به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. بنده محمد نسیمی فر هستم و در این دوره آموزشی که توسط مجموعه فرادرس در اختیارتون قرار میگیره، تصمیم دارم کار با اپلیکیشن ترلو رو به شما آموزش بدم. این سرویس برای مدیریت پروژه و کارهای گروهی ازش استفاده میشه، به طوری که شما اگر در هر زمینه فعال باشین، به عنوان مثال در صنعت فعال باشین یا حتی در زمینه آکادمیک، مثلا استاد یک درس و یا دانشگاه باشین یا مدیر یک پروژه در فضای آکادمیک باشین، هر کاری که به یک پروژه و یا یک کار تیمی مربوط میشه، شما میتونید از سرویس ترلو برای بهبود کارتون و همینطور بازدهی بیشتر در تیمتون استفاده کنید. همچنین این سرویس وب بیس هستش، یعنی یک پلتفرمی هست که درون اینترنت وجود داره. گرچه شما میتونید حتی اپلیکیشن دسکتاپ و یا اپلیکیشن موبایل اون رو هم نصب کنید و از اونها هم استفاده کنید، اما اولین باری که ترلو منتشر شد بر روی اینترنت بود و تمام قابلیت های اون بر اساس وب هستش. سرویس ترلو رو میتونید مثل یک وایت بورد بزرگ در نظر بگیرید که میتونید هر اطلاعاتی درون اون قرار بدین و تمام همتیمیاتون و کسایی که مایل هستین اون رو ببینن قادر به مشاهده اون باشن. همچنین همتیمیای شما میتونن مطالب دیگر رو به این وایت بورد اضافه کنن. حتی شما میتونید اونجا فایل اتش کنید، همونطور که همتیمیای شما میتونن، و به این شکل میتونید ارتباط موثری رو با هم برقرار کنید. حتی میتونید نرم افزار ترلو رو با اپلیکیشن های دیگه در فضای ابری مثل گوگل درایو، وان درایو سینک کنید تا به اطلاعاتتون در فضای ابری هم دسترسی داشته باشید. همچنین شما میتونید از سرویس کلندر استفاده کنید. شما میتونید برای هر کدوم از پروژهاتون یک سری تاریخ های انقضا درست کنید تا در واقع اون پروژه در اون زمان مشخص انجام بشن. تمام این زمان ها میتونن در یک تقویم قرار بگیرن. به این صورت شما و افراد تیمتون درک درستی از این موضوع دارین که هر پروژه چه زمانی باید انجام بشه. هرچی در این آموزش جلوتر بریم، به کاربرد بسیار زیاد ترلو پی میبرید و میبینید که کار با اون بسیار لذت بخشه و باعث افزایش خلاقیت در تیمتون میشه. اما قابلیت‌های مهمی که ترلو برای ما برمغان میاره، یکی این هست که کارهای کاغذی رو به طور کلی از گروه ما حذف میکنه، به طوری که شما نیاز نیست دیگه نامه نگاری کنید یا فایلی رو به صورت دستی به اعضای تیمتون بدین. شما میتونید تمام چیزایی که نیاز دارین، تمام اطلاعاتی که باید افراد تیمتون بدونن درون ترلو قرار بدین و همینطور هر فایلی نیاز بود اونجا آپلود کنید. خب شاید این سوال پیش بیاد که حتی سرویس ایمیل هم این کار رو برای ما انجام میده، اما چرا ما میایم از ترلو استفاده کنیم؟ جالب اینجاست که بدونید ترلو حتی نیاز شما به ایمیل رو هم حذف میکنه. دیگه نیاز نیست برای ارتباط با یک شخص و توضیح دادن یک کاری به اون بیاین و یک ایمیل بزنید، یک سری فایل ها رو توی اون ایمیل اتش کنید. زمان این کار سخت‌تر میشه که اعضای تیم شما 100 نفر باشن و شما بخواید یک کار مشخص رو به 10 نفر از اونها بدین، یا حالا اون کارها یک تفاوت‌های جزئی داشته باشن. شما مجبور هستین به هر کدوم از اون اشخاص ایمیل بدین و اطلاعات مربوط به کار اون رو به طور مشخص واسه همون فرد بنویسید و براش ارسال کنید، که قطعا کار زمانبریه. اگر ما جلوتر بریم در این آموزش، کاملا درک می‌کنید که با استفاده از سرویس ترلو چقدر میتونیم این کار رو بهبود بدیم، سریعتر انجام بدیم و با بازده بیشتری با افراد گروهمون ارتباط برقرار کنیم. خب پس همونطور که میبینید اطلاعات زیادی برای به اشتراک گذاشتن داریم، پس وقت رو بیشتر تلف نمیکنیم و آموزشمون رو شروع میکنیم. ابتدا باید یاد بگیریم که چطوری وارد سرویس ترلو بشیم. برای این کار همونطور که عرض کردم، چون وب بیس هست، من مرورگرم رو باز میکنم و اینجا مینویسم ترلو.com. خب مشاهده میکنید این وبسایت ترلو هستش. شما از این قسمت میتونید ثبت نام کنید و یا لاگین کنید. قبل از اینکه من وارد بشم، پیشنهاد میکنم مطالبی که درون این صفحه اصلی وبسایت قرار داره رو مطالعه کنید، چون درک خوبی به شما میده که چه قابلیت هایی درون ترلو وجود داره. گرچه ما در طول این آموزش به طور جزئی به تمام این امکانات میپردازیم، ولی خوبه که اینها رو مطالعه کنید
تا یک دید کلی نسبت به این سرویس پیدا کنید. همچنین اگر پایین تر بیاین، مشاهده میکنید یک سری از مشتریاشون رو اینجا قرار دادن که بسیار هم شرکت‌های معروفی هستن، شرکت‌هایی که احتمالاً نامشون رو شنیدید، نشنال جئوگرافیک، گوگل و همینطور شرکت ادوبی، که حضور این شرکت‌ها در نرم‌افزار ترلو و استفاده از نسخه بیزینس اون که یک نسخه پولی هست نشون میده این نرم‌افزار رو باید جدی گرفت، در کارهای گروهی برای افزایش بازدهی از اون استفاده کرد و این نرم افزار در سطح بسیار بالایی قرار داره. من بالا میرم. برای اینکه ثبت نام کنیم من این گزینه رو میزنم. همونطور که اینجا نوشته ثبت نام کاملا رایگان هستش، که البته برای نسخه فری هست، یعنی این نسخه فری یک سری محدودیت ها داره قطعا، که اگر شما بخواید اون محدودیت ها رو بردارین باید از نسخه بیزینس استفاده کنید و یک مبلغی رو پرداخت کنیم، که حالا جلوتر رفتیم متوجه میشین که این محدودیت ها به چه شکل هستن. پس من ساین اپ رو میزنم. خب من اینجا نام رو مینویسم، مثلا مینویسم محمد نسیمی فر، ایمیل رو وارد میکنم، ایمیلی که برای این آموزش ساختم، faradars.tutorial@gmail.com، یک پسورد در نظر میگیرم و بعدش میتونم create new account رو بزنم، روش کلیک میکنم. خب من خاطرم نبود از این ایمیل قبلا استفاده کرده بودم، من یک ایمیل دیگه یعنی faradars.tutorial1 رو وارد میکنم، create new account رو میزنم. بعد از اون مشاهده میکنید که این پیغام رو برای من میاره که میگه یک ایمیل برامون فرستاده و ما باید اون رو تایید کنیم تا کار نهایی انجام بشه و بتونیم وارد ترلو بشیم. خب اگه حالا من وارد ایمیلم بشم، میرم توی سرویس جیمیل، همون فرادرس تیوتوریال یک هستش، میبینید از طرف ترلو یک پیغامی برای من اومده که باید روی گزینه کانفرم کلیک کنید. من روش کلیک میکنم و میبینید بعد از اون من رو وارد نرم افزار میکنه. مشاهده میکنید در ابتدا خوش آمدگویی میکنه و میگه که اولین بردمون رو بسازیم، در واقع یک نام برای بردمون باید در نظر بگیریم. خب من میدونم شما در این ابتدا شاید درکی نداشته باشین از اینکه برد چیه. من حالا یک نام در نظر میگیرم، وقتی جلوتر بریم کاملا مفهوم و کاربرد برد ها رو یاد خواهید گرفت. من اینجا مثلا مینویسم مای فرست برد، میبینید اینجا همون رو میاره. بعد از اون روی این گزینه پایین میتونم کلیک کنم. خب اما این صفحه‌ای که درونش قرار داریم همونطور که عرض کردم مربوط به بردی هست که ایجاد کردیم. ما یک صفحه هوم اسکرین هم داریم که اگر بخوایم واردش بشیم میتونیم از این گزینه استفاده کنیم. شما هر جای ترلو بودین فقط کافیه اینجا کلیک کنید تا شما رو به هوم اسکرینتون ببره. اینجا برد هاتون رو به شما نمایش میده. و اگر هم بیاین توی هوم میبینید یک سری اطلاعات به شما نمایش میده، مثلا آخرین برد هایی که مشاهده کردین رو اینجا براتون قرار میده و همینطور لینک هایی که دارین. بعدش در این پایین هم تیم ها رو داریم. اگر تیمی ایجاد کرده باشیم در این قسمت میتونیم اونها رو مشاهده کنیم که در ادامه به همه اینها میپردازیم. خب اما بریم یکم راجع به اینترفیس ترلو صحبت کنیم. مثلا من اگر وارد همین بوردی بشم که ایجاد کردیم، داخل این بورد ما الان 3 تا لیست داریم. به هر کدوم از اینها یک لیست گفته میشه که به طور پیش‌فرض اونها رو برای ما نامگذاری کرده. پیش‌فرضش این هست، یک لیست تو دو داریم، یعنی کارهایی که در آینده باید انجام بشن، یک لیست دوینگ یعنی کارهایی که در حال انجام هستن، و یک لیست دان به معنی کارهایی که انجام شدن و به اتمام رسیدن. درون هر لیست شما میتونید تعدادی کارت اضافه کنید. بسته به پروژه و کاری که شما دارین، کارت ها میتونن هر معنی بدن. مثلا هر کارت میتونه یک پروژه جدید باشه. یعنی شما اگر بخواید یک پروژه جدید که قراره در آینده انجام بدین، به عنوان یک کارت توی لیست تو دو ایجادش کنید. وقتی زمان انجام این پروژه و یا کارت فرا رسید، شما میتونید اون رو به لیست دوین منتقل کنید. بعد از اینکه کارش انجام شد، شما باز هم میتونید اون کارت رو جابجا کنید و به لیست دان ببرید. بنابراین ما این در واقع فلکسیبیلیتی رو داریم و همونطور که میبینید نرم افزار ترلو بسیار انعطاف پذیره.
که حالا در ادامه هم بیشتر راجع به اینها صحبت میکنیم. اما حالا چطور میتونیم بردهای جدیدی ایجاد کنیم؟ شاید نیاز بود که ما یک برد جدید داشته باشیم و این برد کارش تموم شد. شما چند راه دارید؟ مثلا میتونید بیاین این قسمت برد کلیک کنید و از این پایین گزینه Create New Board رو فشار بدید. بعد از اون باید یک تایتل براش در نظر بگیرید که میبینید مثل این تایتلی که اول گذاشتیم My First Board، میتونیم اینجا بذاریم My Second Board. بعد از اون میتونید تعیین کنید که پرایوت یا پابلیک باشه. اگر پرایوت بذارین فقط اشخاصی میتونن این بورد رو ببینن که اونها رو دعوت کردین و یا به پروژه اضافهشون کردین. اما اگر پابلیک باشه هر کسی که لینکش رو داشته باشه میتونه اون رو ببینه. حتی ممکنه توی موتورهای جستجو مثل گوگل سرچ کنه و بتونه وارد بورد شما بشه. منتها باز هم این قابلیت رو داره که صرفاً افرادی که شما اد و یا اینوایت میکنید قادر هستن اطلاعات درون بورد رو ویرایش کنن و افرادی که از بیرون میان از طریق لینک یا موتورهای جستجو صرفاً میتونن اون مطالبی که شما و یا همتیمیاتون گذاشتین رو مشاهده کنن. من فعلا این رو در حالت پرایوت قرار میدم. همچنین شما میتونید یک بک‌گراندی رو هم به صورت پیش‌فرض واسش انتخاب کنید. مثلا من بک‌گراند قرمز رو در نظر میگیرم و بعدش روی گزینه کریت بورد کلیک میکنم. بعد از اون میبینید که این بورد رو برای من ایجاد میکنه. دقیقاً اون نام رو گذاشته و به طور پیش‌فرض یک لیست رو در اینجا قرار داده. اما در ادامه اینترفیس ما این منو رو داریم که قابلیت‌های مختلفی در اختیارمون قرار میده. در آموزش به اینها برمیگردیم. مثلا میتونید بک‌گراند رو تغییر بدین، کارت هاتون رو فیلتر کنید، یک قابلیت بسیار فوق‌العاده که شما میتونید کاری کنید تا فقط کارت هایی به شما نمایش داده بشن که نیازشون دارید. مثلا فرض کنید کارت هایی رو فقط نمایش بده که شما مسئولیت اونها رو دارید، یا کارت هایی رو فقط به شما نمایش بده که قبلا انجام شدن. این قابلیت بسیار خوبی هست، بهش خواهیم پرداخت. پاور آپس رو داریم و بقیه گزینا. پاور آپس هم مثل پلاگین توی نرم افزارهای دیگه میمونه. شما میتونید اپلیکیشن های دیگه رو مثل گوگل درایو، حتی کلندر یا حتی گوگل کلندر رو با نرم افزار ترلو سینک کنید که باز هم به اینها خواهیم پرداخت. در این بالا پروفایلمون رو داریم. مشاهده میکنید ناممون رو اینجا نوشته. شما میتونید پروفایل، کارت ها و همینطور سیتینگز رو ببینید. اطلاعاتی مربوط به اکانتتون در واقع اینجا در اختیارتون قرار میده. آیکون بعدی نوتیفیکیشن ها هستن. هر اتفاقی اینجا بیفته درون نرم افزار ترلو به عنوان یک نوتیفیکیشن به شما اطلاع داده میشه. مثلا فرض کنید شما برای یک پروژه یک کارت تعریف کردین و شما مسئول اون کارت هستین، عضوی از اون کارت هستین. قطعا هر کس که اونجا کامنت بده و یا نام شما رو صدا بزنه اینجا به عنوان نوتیفیکیشن برای شما نشون داده میشه. من با زدن این گزینه این قسمت رو فعال میکنم. بازم برمیگردیم به این تنظیمات. الان صرفا میخوایم یک معرفی داشته باشیم از اینترفیس نرم ابزار. بعدش گزینه اینفورمیشن رو داریم. شما از این طریق میتونید درون وبسایت ترلو اطلاعات مفیدی که میتونن آموزشی هم باشن از این نرم ابزار ترلو رو کسب کنید. بعد از اون با زدن این گزینه میبینید که میتونیم کرییت کنیم، چیزای جدید ایجاد کنیم. شما میتونید از این قسمت بورد جدید ایجاد کنید. یک راه شما قبلا گفتیم، میتونید یک تیم جدید ایجاد کنید و همینطور میتونید یک تیم بیزینس ایجاد کنید. همونطور که گفتم این بیزینس مربوط به پلن مالی ترلو میشه و باید بابت اون مبلغی رو پرداخت کنید. من این رو می‌بندم. شما حتی می‌تونید برای فضای بیشتر منو رو هم ببندید. اگر خواستین دوباره بازش کنید مشخصه که باید این گزینه رو بزنید. اما حالا ما این قابلیت رو داریم که نام لیست‌ها رو هم تغییر بدیم. اینجا می‌بینید هیچ لیستی وجود نداره. اگر شما بخواید یک لیست جدید اضافه کنید باید روی این گزینه اد لیست کلیک کنید. بعد از اون می‌تونید یک نام بنویسید. مثلا من می‌نویسم لیست نمبر 1. سیو می‌زنم. مشاهده میکنید یک لیست ایجاد شده و حالا در قسمت بعدی من میتونم یک لیست جدید اضافه کنم. پس مینویسم لیست نمبر 2 و یکی دیگه هم ایجاد میکنم لیست نمبر 3. حالا قدم بعدی اینه که در هر کدوم از لیست ها یک سری کارت ها ایجاد کنیم. مثلا من اینجا اد کارت رو میزنم و مینویسم کارت نمبر 1
من اینجا می نویسم کارت نامبر وان. اینجا یک پنجره میاره، میگه یک لیبل انتخاب کنم. من بعدا لیبل ها رو توضیح میدم، اما فعلا این رو میبندم. میتونید اد رو بزنید و یا اینتر. یک کارد جدید، کارد نامبر 2، اد و بعدش کارد نامبر 3. خب الان ما سه تا کارت هم اینجا داریم. بنابراین نحوه ایجاد بورد ها، لیست ها و همینطور کارت ها رو یاد گرفتیم. حالا اینکه در کارت ها چه کارهایی میتونیم انجام بدیم رو در ادامه راجبش بحث میکنیم. الان فقط خواستیم ایجادشون رو یاد بگیریم. اما قدم بعدی اینه که اعضای پروژمون رو اضافه کنیم. البته نکته‌ای که وجود داره، اعضای یک پروژه ممکنه دسترسی به همه بورد ها و یا کارت ها نداشته باشن. این حرف من در دنیای واقعی مثل اینه که بگیم هر کدوم از اعضای یک تیم ممکنه در همه مسئولیت ها و وظایف شریک نباشن. مثلا شما یک تیم انیمیشن سازی رو در نظر بگیرید. قطعاً بعضی از اون اعضا مسئول طراحی کاراکتر هستن، بعضی ها مسئول طراحی سه‌بعدی و انیمیشن اونها هستن، بعضی ها مسئول جلوه های ویژه VFX هستن و بعضی ها تیم های کارگردانی هستن. یک سری اعضای دیگه ممکنه فیلم نامه نویسی کنن و همونطور که میبینید در یک پروژه به خصوص، یعنی یک پروژه گسترده مثل ساخت یک انیمیشن، میتونه صدها پروژه که هر کدومشون ده ها اعضا داشته باشن ایجاد بشه. بنابراین این عادیه که قرار نیست ما در هر بورد تمام افراد یک پروژه رو دعوت کنیم، که این هم از قابلیت های بسیار خوب ترلو هستش که میتونید پروژه ها و حتی قسمت های مختلف پروژه رو در واقع از هم مجزا کنید، همونطور که میتونید اعضای اونها رو مجزا کنید. اما حالا فرض کنیم من بخوام برای این My Second Board یک عضو جدید ایجاد کنم. روی این گزینه میتونم کلیک کنم و اینجا مثلا مینویسم فرادرس tutorial@gmail.com. دقت کنید ما با فرادرس تیوتوریال یک این اکانت رو ایجاد کردیم که میبینید اینجا هم خودمون حضور داریم. خب حالا من این رو که نوشتم میبینید اون اکانت رو برای من میاره. من فقط کافیه روش کلیک کنم، مشاهده میکنی که اون رو برای من اضافه میکنه. الان فرادرس اگزمپل با اون آدرسی که نوشتیم عضوی از این بورد هستش. دقت کنید فقط این بورد. مثلا برای مای فرست بورد این اکانت عضو نخواهد بود و نمیتونه هیچ چیزی رو از اون مشاهده کنه. شما حتی از این طریق میتونید در واقع یک لینک جنریت کنید و از طریق اون لینک افراد رو دعوت کنید. من اگر روش بزنم میبینید این لینک رو میده. من فقط کافیه این لینک رو به یک شخص خاص بدم تا با کلیک کردن روی اون یا کوهیش درون مرورگر بتونه وارد ترلو بشه و این بورد رو ببینه. اما حالا فرض کنیم بخوایم این رو یا حالا هر شخص دیگر رو به یک بورد دیگه هم اضافه کنیم. من میرم بورد و میبینید پرسونال بوردز رو داریم. من میتونم مای فرست بورد رو بزنم و در این قسمت میبینید الان اون شخص اد نیست. اگر من بخوام اینجا هم اضافش کنم دوباره باید ایمیل رو بنویسم. میبینید اینجا برای من اون رو میاره، کلیک میکنم و این قسمت هم اضافه میشه. میبینید درون منو یک قسمت اکتیویتی هم داریم که تمام فعالیت های ما رو اینجا مینویسه. مثلا وقتی یک بورد جدید ایجاد میکنیم و یا یک شخص جدید اضافه میکنیم و به طور کلی هر فعالیتی که درون ترلو انجام میدیم. اما نکته‌ای که وجود داره، چطوری میتونیم یک سطح بالاتر بریم؟ چطوری میتونیم درون ترلو یک تیم ایجاد کنیم؟ یک تیم ممکنه دارای چند تا بورد باشه و ما میتونیم مثلا اگر 10 تا بورد داریم صرفاً 3 تا از اون بوردها رو درون یک تیم قرار بدیم. بنابراین تمام اعضای اون تیم به این 3 بورد دسترسی دارن. مثل دقیقاً کاری که من اینجا کردم. من فرادرس اگزمپل رو توی هر بورد اد کردم. من میتونستم این رو به جاش توی یک تیم اد کنم و بعد از اون اگر خواستم توی هر کدوم از بوردها هم اون رو اضافه کنم. من میتونم چون اکانت فرادرس تیوتوریال در واقع توی این دو بورد شرکت داره، توی تیمی اون رو عضو کنم که دارای این دوتا بورد هست. حالا جلوتر بریم این رو بهتر درک میکنید. من برای ایجاد تیم میتونم بیام این قسمت روی پرسونال کلیک کنم. مشاهده میکنید میتونیم این بورد رو به یک تیم اختصاص بدیم. الان چیزی که بهش اختصاص داده شده پرسونال بوردز هستش، یعنی توی بوردهای شخصی هست، هیچ تیمی بهش اختصاص داده نشده.
اگر بخوایم یک تیم جدید اضافه کنیم باید روی گزینه Create Team کلیک کنیم. بعد از اون یک نام در نظر میگیریم، مثلا می‌نویسم My First Team و میتونید یک دیسکریپشن هم براش در نظر بگیرید که حالا نیاز نیست این کارو کنیم. و اینجا هم یک گزینه‌ای هست که شما میتونید اعضای این بورد رو به تیمتون اضافه کنید. اگر این کار رو نکنید، یعنی اگر من این رو غیر فعال کنم، فرادرس تیوتوریال صرفاً به این بورد My First Board دسترسی داره. منتها اگر من بخوام به تمام بوردهایی که درون اون تیم هستن دسترسی داشته باشه، باید حتماً اون رو عضوی از تیم کنم. پس این هم نکته ای که خوبه در نظر داشته باشین. بعد از اون من میتونم کییت رو بزنم. خب مشاهده میکنید الان ما رو وارد صفحه تیم میکنه. نام تیممون My First Team هست. شما میتونید پروفایلتون رو ادیت کنید. میبینید میتونید یک وبسایت یا دیسکریپشن اینجا در نظر بگیرید. حتی یک شورت نیم هم بهش اختصاص میده. شما حتی میتونید یک عکس پروفایل هم برای تیمتون در نظر بگیرید. مثلا من چنج رو میزنم، بعدش گزینه آپلود نیو لوگو و از این قسمت مثلا این لوگوی دانشگاه شهید بهشتی رو اوپن میکنم. بعد از اون مشاهده میکنید که لوگوی تیمتون تغییر پیدا کرده. خب بعد از اون میبینید در واقع بوردهایی که درون این تیمتون هستن در اینجا قرار میگیرن. اگر بخوایم به تب‌های دیگه برید، مثلا تب ممبرز رو داریم که اعضای گروه رو به شما نمایش میده. دیدین چون ما اکانت فرادست تیوتوریال رو برای اون بوردمون در نظر گرفتیم، اینجا هم اون رو قرار داده. اینجا میبینید در جلوش نوشته که آن وان بورد، یعنی توی یک بورد عضو هست. شما میتونید کارهای دیگه کنید، مثلا میبینید اینجا حالتش حالت نرمال هستش، یعنی یک عضو عادی هست که میبینید کارها و دسترسی هایی که داره رو اینجا برای شما مینویسه. میتونه بورد هایی که درون تیم هستن رو ببینه، در واقع بورد های جدید ایجاد کنه و یا حتی اونها رو ویرایش کنه. اما به تنظیمات تیم، یعنی این قسمت، دسترسی نداره. اما اگر اون رو در حالت ادمین قرار بدین، یعنی مثل چیزی که همین الان خودمون هستیم، تمام دسترسی ها بهش داده میشه. همچنین شما میتونید اینجا ریموو رو بزنید تا اون رو حذف کنه. از این قسمت هم میتونید اعضای جدیدی رو به تیمتون اضافه کنید. ستینگز رو هم داریم که مربوط به تنظیمات تیم هستش. منتها مشاهده میکنید تمام این تنظیمات در حالت بیزینس فعال هستن و اینجا فقط همین دو تنظیم رو داریم. میتونیم با شبکه اجتماعی اسلک خودمون رو لینک کنیم و یا میتونیم تیم رو از حالت پرایوت به حالت پابلیک در بیاریم. این تمام امکاناتی است که در ستینگز در اختیار ما قرار داده میشه. خب اما حالا چطوری میتونیم بوردهای جدید رو به تیممون اضافه کنیم؟ فقط کافیه که اینجا Create New Board رو بزنم. میبینید که اینجا من میتونم یک تایتل براش در نظر بگیرم، مثل کاری که قبلا انجام دادیم. بعد از اون میتونم بگم عضو کدوم تیم باشه. ممکنه ما 10 تیم ایجاد کرده باشیم. اون موقع نام 10 تیم در این قسمت قرار میگیره. شما میتونید به هر کدوم از تیم‌ها این بورد رو اختصاص بدین و یا حتی نو تیم رو بزنید. تیم ویزیبل رو هم داریم که نشون میده واسه چه اشخاصی باشه. مثلا اگه پرایوت بزنم فقط افرادی میتونن اون بورد رو ببینن و ادیت کنن که به اون بورد اضافه شده باشن، یعنی اعضای تیم الزاماً قادر به مشاهده و ویرایش این بورد نیستن. با این